ترور یکی از فرماندهان خاص مارشال عبدالرشید دوستم در حکومت پیشین در ولایت سمنگان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. آماج نیوز می نویسد یک فرمانده گارد ویژه مارشال عبدالرشید دوستم از سوی طالبان تیرباران شد. منابع به آماج می گویند که گلحسن، یکی از فرمانده گارد ویژه مارشال دوستم، پیش از سقوط نظام ساعت پیش در سمنگان از سوی طالبان بازداشت و بعد تیرباران شد. طالبان در مورد همچون رویدادها و رسانه ها چیزی نمی گویند. این در حالی است که روزنامه 8 صبح نیز در یک خبرنامه می نویسد یک عضو حزب جنبش ملی در سمنگان ترور شد. قومندان گلحسن، یکی از قومندان های حزب جنبش ملی، حوالی ساعت 11 قبل از ظهر در قریه برمه ولسوالی فیروز نخچیر توسط افراد مسلح با ضرب گلوله کشته شده است. بستگان قومندان گلحسن به روزنامه 8 صبح می گویند که افراد مسلح سوار بر موتورسایکل با ضرب گلوله گلحسن را در نزدیکی خانه‌اش به قتل رسانیدند. از سوی دیگر مسئولان حزب جنبش ملی میگویند که گلحسن از چند روز بدین سو تحت نظارت طالبان قرار داشت، اما تحت ضمانت دو روز قبل از بند رها شده بود که سرانجام امروز در نزدیکی خانه‌اش ترور شد. و این در حالی است که ارتش پاکستان ادعای عمران خان درباره توطئه آمریکا را رد کرد. ارتش پاکستان ادعای عمران خان، نخست وزیر پیشین آن کشور، درباره توطئه آمریکا برای برکناری وی از مقام نخست وزیری را رد کرد. ارتش پاکستان روز پنجشنبه 25 حمل ادعای عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، را رد کرد. این در حالی است که عمران خان آمریکا را به توطئه برای تغییر رژیم و برکناری خودش متهم کرده و مدعی شده که واشنگتن استقلال و حاکمیت ملی پاکستان را نقض کرده است. در همین حال آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دو روز پیش ضمن تبریکی نخست وزیری شهباز شریف گفته بود که پاکستان و آمریکا دوستی 75 ساله داشته و شرکای کلیدی همدیگر بودند و ای خواهان ادامه دوستی با کشور پاکستان شد. در همین حال شهباز شریف، نخست وزیر جدید پاکستان، هم گفته بود که اگر ادعای عمران خان درست باشد از مقامش استعفا خواهد کرد. از سوی دیگر بعضی تحلیلگران پاکستانی معتقدند که روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان در زمان دولت عمران خان خوب نبوده و تشدید تنش‌های اخیر به ویژه پس از سفر عمران خان به روسیه در آستانه جنگ اوکراین، در حالی که ارتش پاکستان مخالف این جنگ بوده، منجر به تلاش برای برکناری او و تشکیل دولت جدید در پاکستان شده است. در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قول داده که تا زمان تحقق اهداف شرافتمندانه روسیه حمله به اوکراین را ادامه می دهد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز سه شنبه 23 حمل گفته است که مذاکرات صلح با اوکراین به بنبست رسیده و تاکید کرده که حمله‌ای که در هفته ششم است طبق برنامه پیش خواهد رفت. در همین حال یک مقام اوکراینی بر رویترز گفته است که مذاکرات ادامه دارد اما سخت پیش می‌رود. پوتین درباره جنگ اوکراین که روسیه آن را عملیات ویژه نظامی می‌خواند گفت هدف اصلی آن کاملا روشن و شرافتمندانه و برای کمک به مردم دونباس بوده است. وای اوکراین را به ملیگرایی و نئونازیسم متهم کرده و گفته است که برای روسیه چاره نمانده بود تا مردم را از ناسیزم نجات دهد و امنیت روسیه را تضمین کند. این اولین اظهارات آقای پوتین درباره جنگ اوکراین در بیش از یک هفته گذشته است. او برخلاف روزهای اول جنگ اکنون کمتر در مورد آن اظهار نظر می کند. پوتین همراه الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، که به مناسبت روز فضانوردی به پایگاه فضایی وسطوچینی در منتهای شرقی روسیه در منطقه آمور رفته بود، گفت که تحریم غرب نمیتواند روسیه را منزوی کند و با تحریم هایی که بر روسیه و بلاروس اعمال شده، دو کشور باید همبستگی عمیقی پیدا کنند. بخشی از نیروهای روسیه از خاک بلاروس وارد شمال اوکراین شدند. از این رو بلاروس هم هدف تحریم های غرب قرار گرفته است. هرچند که تحریم ها پس از سرکوب معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش آغاز شده بود، رئیس جمهور روسیه با کارکنان این پایگاه گفته است
ما قصد منزوی کردن خود را نداریم و انزوای شدید هیچ کشوری در دنیای امروز ممکن نیست و قطعا برای کشور بزرگ مثل روسیه غیر ممکن است. بنابراین ما با شرکای من که میخواهند با ما همکاری کنند کار میکنیم. و گفت حالی که روسیه و بلاروس هر دو تحریم شدند، این فرصتی را برای همبستگی عمیق دو کشور ایجاد کرده است. تحریم های غرب از زمانی که روسیه کریمه را در سال 2014 زمینه خود کرد آغاز شد و از جنگ اوکراین این تحریم ها هرچه بیشتر و وسیع‌تر شدند. با این حال آقای پوتین گفته است بخش های از اقتصاد روسیه از تحریم منتفع شدند و مهارت ها و فناوری های خود را توسعه دادند. ببینید از زمانی که اولین تحریم در سال 2014 اعمال شد چه پیشرفت هایی در برخی زمینه ها کرده ایم. رئیس جمهور روسیه همچنین با ستایش از دستاوردهای فضایی گفته است که کشورش نسل جدید سفینه های فضایی را تولید خواهد کرد و در سه ماه سوم سال 2022 کاوشگر به نام لونا 25 به کره ماه خواهد فرستاد. در حالی که مانور رسانه‌ای غرب درباره غرق شدن کشتی جنگی مسکوا در دریای سیاه همچنان ادامه دارد، در آن سو از جبهه روسیه خبر می‌رسد که نبرد ماریوپول به نفع روس‌ها به پایان رسیده و صدها نظامی اوکراینی به ارتش روسیه تسلیم شدند. با این حال هنوز هم بقایای ارتش اوکراین و مزدوران جنگی متحد آنها در اطراف ماریوپول تلاش میکنند تا مانع از خروج غیر نظامیان از شهر شوند و به این ترتیب از آنان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند و یا در تلاش خلق فجایعی هستند که بعداً از آن به عنوان مستندات جنایات جنگی ارتش روسیه استفاده کنند. سکوت ماریوپول اما روسیه را یک گام بزرگ به تحقق اهداف اصلی آن کشور در راه اندازی عملیات ویژه نظامی در اوکراین نزدیک میکند. ماریوپول از یک سو بزرگترین بندر کشور اوکراین است و سقوط آن به دست روسیه یک ضربه سهمگین و غیر قابل جبران به جانب اوکراینی تلقی می شود و از جانب دیگر تسلط روسها بر این شهر بندری امکان اتصال مستقیم دو جبهه جنگی روسیه در شرق و جنوب اوکراین را فراهم می سازد و به این ترتیب روسیه عملا بخش های وسیع از این مناطق را تحت سیطره خود قرار داده است. این از یک سو به تسهیل تقویت لوجستیکی خطوط مقدم نبرد در سایر نقاط اوکراین کمک می کند و از جانب دیگر استیلای روسیه بر بخش های مورد نظر خود در دونتسک و لوهانسک را قطعی می سازد. نکته دیگر این است که با تصرف ماریوپول روسیه می تواند یک مسیر زمینی بسیار مهم برای ارتباط با شبه جزیره کریمه را در اختیار داشته باشد، چیزی که از زمان انضمام این شبه جزیره به خاک روسیه امکان پذیر نبود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.